سلام چطورین از تیتر ویدیو مشخصه میخوام راجع چی صحبت کنم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم همین الان اگه توی ذهن چیزی هست که دلت میخواد من در رابطه با اون موضوع ویدیو بسازم و بیام اینطوری بشینم با اتون دوربین صحبت کنم و یه ویدئوی صمیمی داشته باشیم همین الان چه کامنت برام بنویس واقعا خیلی مهمه که بدونم شما دوست دارین چه ویدوهایی از من ببینید و دیگه بریم سراغ موضوع اصلی بچه چی باعث شد که من تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم؟ من هفته پیش تبلیغ کتونی داشتم یکی از کتونی ها رو خودم خوشم اومد خریدم از اون فردی که به من تبلیغ داده بود بعد توی دایرکت مثلا دوستان به پیشنهاد میدادن که کدوم کتونی خوبه اونم بگیرینم بگیر و یه همچین مکالماتی بینمون بودش بعد به یکی از دوستام که اتفاقا خودش پیج داره خودش آنلاین شاپ داره و خواهرش هم اینفلوئنسره یعنی سه تا پیج فالوور بالا میشه گفت که دارن توی خانوادهشون این دوستم به من گفتش که آره این دوتا رو بردار و اینا بعد من گفتم که ای بابا مثلا هفته پیشم از تبلیغم خرید کردم لک خریدم و هی دارم از تبلیغم خرید میکنم و اینا حالا ورشکست میشم و مثلا اینجوری داشتیم صحبت میکردیم بعد گفتم که پولش زیاد میشه یهو گفتش که مگه پولیه بعد من یه لحظه موندم گفتم دوست خود من که من فکر میکنم دیگه چه این جریان ها هست خودش آنلاین شاپ داره حالا نمیدونم تبلیغ میده نمیده تا چه حد تبلیغ میده خواهرش اینفلوئنسر پیج بزرگ دارن خودش حالا یه پیج بیسکایی فکر میکنم داره گفتم وقتی برای این دوست من سوء تفاهم ایجاد شده و فکر میکنه که این محصولاتی که الان دست منه من دارم میپوشم و تبلیغ میکنم همش برای منه گفتم خب قریبه ها احتمال داره همچین فکری بکنن و این سوء تفاهم میتونه توی ابعاد خیلی بزرگتری اتفاق بیفته بعد با خودم گفتم چرا که نه حالا اون روز با دوستم صحبت کردم گفت نه من فکر کردم مثلا به جای طرف محصول برداشت رو یه همچین حالتی مکالماتمون پیش رفت ولی در حالت کلی من خیلی دلم میخواست بیام یه سری توضیح بدم برای افرادی که شاید این چیزها رو نمیدونن بعد یه موضوعی هم که متوجه شدم اینه که کلا نسبت به اینفلوئنسرها توی جامعه یه گاردی وجود داره که آره اینا همه چیزشون مفتیه واقعا اینطور نیست من حالا ببینید این فیش خرید لگم هستش این فیش خرید کتونیم هستش چون من اخیرا خرید کردم این دوتا رو براتون میذارم من کلا خیلی هم اهل خرید زیاد نیستم یعنی آدم مصرفگرایی نیستم که همیشه هم بخوام خرید کنم این دوتا رو توی همین یک ماه اخیر خرید کرده بودم و فیششون دم دست بود براتون میذارم خب حالا ما چطوری کار میکنیم؟ آیا محصولایی که برای ما میاد؟ همش برای ما هست یا ما مرجو میکنیم من وقتی طرفه رو ارسال میکنم پایینش نوشتم محصولات شما رو من حتما باید ببینم کیفیتش رو بررسی کنم اما بعد از تبلیغ اسکرینشات اینم براتون میذارم اما بعد از تبلیغ مرجو میشه حالا چرا نوشتم خودتون باید تیپاکس بگیرین به خاطر اینکه دوست دارم اینو متوجه بشن که من وظیفه ای ندارم که به خاطر این بسته ها برم اداره پست و تیپاکس اصولش هم اینه معمولا خودم میرم یعنی تا حالا پیش نیامده یه بیزینسی خودش بخواد پیگیر محصولاتش باشه یعنی همیشه آدرس میگیرم ارسال میکنم اما اینو نوشتم صرفا برای اینکه در جریان باشن که این کار وظیفه من نیست چون یک سری چالش ها معمولا برامون پیش میاد به خصوص مواردی که یعنی به خصوص نه تا حالا هر بار این چالش پیش اومده با عزیزانی بوده که کیفیت محصولشون از جانب من تایید نشده خواستم محصول رو مرجو کنم اذیتم کردن که آی با تیپاکس نفرست گرون میشه پست قبول نکرده گفته من چیز شکستنی ارسال نمی کنم بعد کلی بازی خلاصه از این چیزا ما خیلی داریم توی کارمون بله ما مرجو میکنیم اما یه سری چیزا هستن مثل گرانولا مثل کره مغز یعنی بیشتر محصولات خوراکی که ارزش مادیشون هم اونقدر بالا نیست و اینکه خب ما باید تست کنیم و نتیجه رو به شما بگیم یا اینکه اصلا ببینیم آیا این محصول ارزش تبلیغ داره یا نه توی محصولات خوراکی مرجو انجام نمیشه هم به دلیل مسائل بهداشتی من از کجا بدونم این بسته ای که باز شده هوا کشیده بعد از مرجو قرار نیستش که اون بیزینس اون رو برای شما بفرسته معمولا که این کارو نمیکنن ولی در کل کار درستی نیست یکی به خاطر مسائل بهداشتی خوراکی ها رو پس نمیفرستیم و البته من توی پیج همکاری نوشتم توی کپشن یکی از پستها. ها و مورد بعدی به خاطر اینکه خیلی وقتا اصلا براشون صرفه اقتصادی نداره اون محصولی که حالا نهایتا دیویس هزار تومن پولشه مثلا یک کرمق ما اینو بخوایم مرجو کنیم و حالا مثلا 150 تومن هزینه تیپاکس بدن محصولاتی که خوراکی هستن و ارزش مادی بالایی ندارن رو معمولا خود اون آنلاین شاپ هم میگه که مثلا نگه دارین و استفاده کنی ولی از خیلی از آنلاین شاپ هایی که من خودم قبلا تبلیغشون کردم خرید میکنم و بارها شده توی استوری من محصولات یکی از پیجا رو دیدین شناختین حالا از لیبلش از فرمش و خب اون خرید خودم بوده یعنی بعد از تبلیغ دوباره خودم سفارش دادم خب این شد صحبت راجبه اینکه آیا اون محصولات برای ما میشه یا نه من یه سری چیز دارم لیست کردم که جداگانه بهشون بپردازم تصورات اشتباهی که راجبه شغل ما وجود داره این هست که فکر میکنن ما تایم آزاد زیادی داریم من به شخصه اینطور نیستم و بعید میدونم حتی اون فردی که یه پیج از نظر شما از نظر شما یه پیج معمولی و بی زحمت داره ببینید من اینو همیشه میگم حتی اون اینفلوئنسری که هیچ چیزی یاد نمیده تو پیجش ولی مخاطب زیادی داره اونم برای پیجش خیلی داره زحمت میکشه من اصلا به درستی و غلطی محتواش اصلا کار ندارم یه سریا هستن که اصلا محتوای پیجشون تنزه چرا که نه حالا یه چیز جالبم بخوام بهتون بگم برای مخ... کسایی که مخاطب من هستن شاید عجیب باشه ولی اینستاگرام اصلا برای این کاره. اینستاگرام محل علم و دانش و این چیزا نیستش. اینستاگرام یه پلتفرم سرگرمیه. یعنی خودش میگه که محتوای سرگرم کننده بذار. حالا اینکه ما میایم یه سری چیز علمی میگیم و یه سری آموزش میذاریم اوکیه آموزشی هم ولی اولین هدف اینستاگرام ایجاد سرگرمیه. ام چون یه سری گارد وجود داره که میگن آره این افراد هیچ زحمتی نمیکشن الکی پول در میارن و همیشه توی این موقعیت ها من اگر بشنوم کسی همچین چیزی به من میگه بعد سری به من میگه تو رو نمیگم من میدونم منو نمیگی اصلا نمیتونی منو بگی ولی اوکی اگر فکر میکنی یک سری افراد هستن که به هیچ عنوان انرژی نمیذارن برای پیجشون و فقط دارن پول در میارن خب تو هم انجام بده. بعد میگه نه اون کل شو ریخته کف اینستا من نمیتونم یا همچین کاری بکنم. تو نمیتونی یا همچین کاری بکنی، پس حق نداری اونو محکوم کنی. الان خود من چیز خصوصی اونقدر نمیذارم توی اینستاگرام هر چیزی که میذارم مربوط به خودمه. نمیام راجب علایق همسرم، راجب زندگی شخصی همسرم چیزی توی پیجم بذارم. ولی راجب خودم میگم و کسی که میاد راجب زندگی خصوصیش محتوا میذاره ویو خیلی بیشتری نسبت به من داره و وقتی ویو استوری یک نفر خیلی بالا باشه طبیعتا درآمدش هم از اینستاگرام بیشتره من اینو خودم به جون خریدم که با این تعداد فالوئر ویوم نسبت به اون اینفلوئنسری که پیج روزمرگی داره کمتر باشه ولی محتوایی که دلم نمیخواد پابلیک کنم رو توی فضای مجازی با کسی به اشتراک نذارم اینو من خودم باش دیل کردم اصلا نمیام محکوم کنم اون فردی رو که میاد یه همچین محتوایی میذاره واقعا آفرین بهش که میتونه اصلا به نظر من نباید ما کسی رو محکوم کنیم حالا خیلی نمیخوام وارد این کانالا و فازا بشیم ولی میخوام بهتون بگم که داشتن پیج پرباز دید واقعا زحمت داره من همین امروز اومدم توی اینستاگرام یه باکس گذاشتم که اگر سوالی دارین راجبه شغل ما ازمون بپرسین که من توی ویدیو بهش پاسخ بدم. حالا قبل از اینکه بریم به اون سوالات بپردازیم من خودم یه سری چیزایی که میخواستم بگم و الان میگم بعد میریم به اون سوالا میرسیم. اینو که گفتم بسته رو مرجو میکنیم اگر خودمون چیزی بخوایم ازشون میخریم هزینهش رو پرداخت میکنیم اینم گفتم که واقعا تایم ما پره یعنی کار ما میدونم این جمله رو خیلی شنیدین شاید کلیشه ای باشه ولی خب واقعیت همینه کار ما یه کار 24 ساعت است یعنی ما حتی سفرم که میریم حواسمون باید باشه که از کجا استوری بگیرم چه جوری بگیرم مثلا من به شخص همیشه با این موضوع که یکی از خود من عکس و ویدیو بگیره چالش دارم برای اینم هست که معمولا نیستم توی عکس و ویدیوها و خب اینا همش دغدغه است اینکه کل ذهنت درگیر شغلت باشه ببین من نمیگم این کار لذت بخشی نیست چرا یه جاهایی مثلا تو وقتی از یه جای قشنگ محتوا میذاری فیدبک های خوب میگیری خستگی در میره ولی در حالت کلی کار اینفلوئنسری چیزی هستش که تو همیشه درگیری یعنی همش توی ذهنت به این فکر میکنی که بعد محتوا بذاری یه دغدغه دیگه ای هم که ما اینفلوئنسرای خانم داخل کشور داریم همین موضوع هجاب هستش که متاسفانه هیچ قانون دقیقی براش وجود نداره ممکنه یه وقتهایی بگن کلاه هجاب نیست ممکنه یه وقتهایی اینم هست دیگه استرس همیشگی توی کار ما هست به خصوص یه سری اتفاقا قبلا افتاده که من نمیخوام راجبش صحبت کنم ولی اتفاقای قشنگی نیستن و اون استرس رو ما همیشه داریم حالا من که کارم جوریه که خب دلم میخواد از تغییرات هم بذارم تو استوریا دلم میخواد باشگاه که میرم استوری بذارم ولی خب نمیتونیم حالا اینا رو گفتم راجع به خوبی های کارمون هم بگم ذوق از فیدبک هایی که بیزینس ها بعد از تبلیغ محصولشون به ما میدن این که میان تشکر میکنن میگن فروش خوبی داشتیم میان میگن فالوراتون خیلی خوبن فالوراتون با شخصیتن چون تا حدی میشه گفت که مخاطبین یک پیج شبیه صاحب اون پیج هستن خب وقتی میان از شما تعریف میکنن وقتی میان از فالرهای اینستاگرام من تعریف میکنن واقعا ذوق میکنم و میفهمم که راه و درست رفتم که همچین مخاطبین با لول بالایی رو دور خودم جمع کردم یا وقتی یه محتوایی رو خلق میکنیم از دیدن خروجیش واقعا لذت میبریم من که اینطورم یه وقتهایی صد دفعه ویدئوی خودم رو نگاه میکنم یا مثلا وقتی محتوا رو آماده می کنیم ارسال می کنیم برای برند ببینید ما دو جور همکاری داریم تو اینستاگرام یک سری از همکاری ها که بیشتر با برند های بزرگ هستش از طریق آژانس های تبلیغاتی هست یعنی آژانس واسطه میشه میاد به ما میگه که مثلا شرکت کاله میخواد این محصولاتش رو پروموت کنه ما اگر اوکی دادیم میره به برند میگه و یه سری پروسه تی میشه یک سری همکاری ها هم به طور مستقیم هست خود اون آنلاین شاپ یا برند با ما تو اینستاگرام ارتباط میگیره مثل برند بونمانو که خودشون به من دایرکت دادن ولی بعدش گفتن میخوایم که کار رو حرفه‌ای پیش ببریم من بهشون آژانس معرفی کردم که از طریق آژانس با بقیه همکاری کردن وقتی ما با آژانس کار میکنیم محتوایی که برای برند آماده کردیم رو ارسال میکنیم برای بچه آژانس و این افراد ارسال میکنن برای برند برند ویدیو رو میبینه بعد از اینکه تایید کرد به ما فیدبک میده میگه ویدیو تایید بود یا نبود اگر تایید بود که محتوا رو اون روز و ساعت مشخص پابلیش میکنیم اگر تایید نبود میان دلایلی که داشتن رو میگن مثلا میگن این قسمت تصویر اینجوری بود یا اینجا بهتره که محصول رو بیشتر نشون بدی یه همچین ایرادایی ممکنه بگیرن که خیلی کم پیش میاد که ادیت بخوره ویدیوهای من یعنی من سعی میکنم اول کاری اون بریفی که به هم دادن رو یه پی دی اف میدن و خواسته هاشون رو توش مینویسن سعی میکنم اول کاری بریف رو کامل بخونم و مو به مو طبق بریف پیش برم که ادیت نخوره ویدیوم چون خیلی حس بدیه یعنی خستگیت میمونه به تنت ویدیو رو آماده کنی بفرستی بعد یهو بگن تایید نشد به این دلیل و فکر کن تو دوباره باید بلند ویدیو بگیری اینو میخواستم بگم بعضی وقتا که با بچه های آجان صحبت میکنیم بعضی هاشون که خب اصلا دخالتی تو کار ندارن فقط به عنوان یک واسطه میان محتوا رو تحویل میگیرن برام داره ریپلای میاد میان محتوا رو تحویل میگیرن و میفرستن برای برن نظر برند دو به ما انتقال میدن تموم ولی بعضی هاشون هستن خیلی کم پیش میاد که اینطور باشن مثلا بعد از اینکه ما محتوا رو براشون میفرستیم خودشون میبینن نظر میدن و خب وقت که میگن خیلی خوب شده ویدئو وای چقدر کارت با سلیقه وقتی فیدبک های اینجوری میدن واقعا ما حالمون خوب میشه یعنی شاید شما فکر کنید که ما عادت داریم به فیدبک مثبت ولی همیشه برامون تازگی داره همیشه از فیدبک های مثبت ذوق میکنیم و انرژی میگیریم و خب سطح توقعمون معمولا اینطوری میره بالا دیگه همیشه دلمون میخواد آدما توی همه زمینه ها به همون فیدبک بدن حالا چیزای منفی هم هست که دیگه قطعا میدونید هست ولی من خودم خیلی دست به اساتر محتوا میذارم اینکه خیلی مسائل شخصی نمیذارم اینکه خیلی راجع به مسائل متفرقه اعتقادات خیلی چیزای دیگه وقتی توی پیج اظهار نظر نمیکنم هیت هم کمتر میگیرم نه که اصلا نباشه هست ولی خیلی کمه هیت هایی که به من و دوستای من میدم آره دیگه همیشه تصوراتی که از مشاغل آنلاین و فریلنسری وجود داشته یه سری شرایط ایدئال که اصلا کاری نمیکنن فقط براشون محصول رایگان میاد نمیدونم این تصورات بوده ولی میتونم بگم 90 درصدش درست نیست البته همین الان که من نشستم روبروی شما و دارم باتون با صحبت میکنم یک سری اینفلوئنسر هستن که به این سبک کار میکنن نه که زحمت نکشن ها بحث زحمت نیست اینکه محصولی رو اگر بگیرن دیگه مرجو نمیکنن یعنی پیجاشون مخاطبای خیلی زیادی داره احتمالا و ارزش اون محصولاتی که براشون ارسال میشه <applause> در مقایسه با طرف تبلیغاتیشون اصلا ناچیز و گمه خب این افراد اصلا به خودشونم ببخشید بله, بله سلام بفرمین بله لطفاً با آقا بستر با تحقیل نگهبانی بدید ممنونم من نه نه نگهبانی مستمر مرواری مگه بهتون آدرس ندادن آقا که ویس قد شد کلن خیلی پیش میاد که وسط ویدئو یه گوشیمون زنگ بخوره حالا میخوام بریم سراغ سوالاتی که توی اینستاگرام از من پرسیدن یه نفر پرسیده غیر از تبلیغات چطوری از پیج اینستاگرام پول در میارین ببینید اینکه اینستاگرام برای ویو هزینه میده یا نه توی ایران فکر میکنم هنوز فعال نشده ولی تا جایی که من میدونم هزینه ای که بابت ویدیوها میده خیلی خیلی ناچیزه یعنی ممکنه برای ویدیویی که چهار میلیون ویو خورده مثلا دو دلار هزینه بده که ما ندیدیم ولی بچههایی که خارج از ایران فعالیت میکنن میگن یه همچین چیزی وجود داره میتونی مانیتیزیشن اینستاگرام تو فعال کنی و مثل یوتیوب ازش هزینه بگیری یکی دیگه گفته <تصفح> تو رو خدا بگو چون کارمون آنلاینه پاروپا پا ننداختیم که پول بیاد به حسابمون یه نفر گفته که وقتی مود کار نداری یا مریضی یا توی زندگیت به یه مشکل پر استرس برخورد کردی چطور فعالیتت متوقف نمیشه؟ یه وقتهایی واقعا متوقف میشه یعنی من خودم خیلی پیش میاد به خاطر اتفاقای بد اگر تبلیغی داشته باشم اگر همکاری داشته باشم باشون صحبت میکنه و تبلیغ رو عقب میندازم دلیل اینکه میتونم به راحتی این کار رو انجام بدم این هست که من تبلیغاتم رو فشرده نمیچینم کلا خودم دوست ندارم توی یک روز چند تا تبلیغ داشته باشم یا چند روز پشت سر هم محصول تبلیغ کنم ببینید تبلیغات اورننس کاملا متفاوته این که مثلا میام میگم اسنپ همچین چالشی گذاشته مینو قرعه کشی داره اینا فرق دارن با تبلیغات محصول من سعی میکنم که نهایتا هفته ای سه بار تبلیغ محصول داشته باشم که همشون بازدهی بگیرن اگر که واقعا برای مشکلی پیش اومده باشه باشون صحبت میکنه و تبلیغ رو عقب میندازم اگر که تبلیغی نداشته باشم که خب فعالیت نمیکنم یه نفر پرسیدن که محصولاتی که تست میکنید هم هزینهش رو ازتون میگیرن چه لباس چه خوردنی ببینید مثلا وقتی یه آنلاین میخواد محصول با ارزش مادی بالا ارسال کنه که مثلا خوراکیه و میدونه که اصلا این محصول رو نمیتونه پس بگیره یعنی غیر بهداشتی پس گرفتنش نه که ما پس ندیم ما. من حتی یک بار تبلیغ پودر پروتئین داشتم میدونستم اصل برادر یکی از دوستان بود ولی یک اسکوپ از پودرش امتحان کردم باقی پودر رو پس دادم چون ارزش محصول بالا بود گفتن ما این رو نمیفروشیم ولی برای مصارف شخصی مونه من براشون پس فرستادم ولی بعضی وقتا مثلا یه پیجی که میخواد محصولات خوراکی با مبلغ بالا ارسال کنه اینطور با هم توافق میکنیم که یک بخش از تعرفه رو بهشون تخفیف میدیم یعنی از طرف کم میکنیم ولی اگر ارزش بالایی نداشته باشه من همیشه بهشون میگم میگم من اوکی هستم مرجو کنم اصلا خودشون قبول نمی کنم. ولی وقتی میبینم یک سری محصول که مندی خودم هم هست و از لحاظ مادی هزینش بالاست قاعدش اینه که کم نکنیم از طرفه چون اون فرد اون آنلاین شاپ میخواد اون محصول رو پروموت کنه من نگفتم اینا رو برا من بفرست که حالا بخوام هزینه بدم اون داره ارسال میکنه من کیفیتش رو بررسی کنم به شما نشون بدم ولی وقتهایی که خیلی هزینهش زیاد میشه ما اینطوره که با هم حساب کتاب میکنیم ولی کالاهای غیر خوراکی همگی همگی مرجو میشه مگر اینکه یه پیجی بگه من بازدهی خیلی خوب گرفتم خواهش میکنم مثلا فلان چیز رو از جانب من به عنوان هدیه نگهدار این موضوع من خودم خیلی خوشم نمیاد از این کار کلا از هر چیزی که خارج از قوانین من و پیجم باشه خوشم نمیاد حتی اگر به نفع من باشه دوست ندارم اون کار رو انجام بدم یه جور ایجاد توقع میشه یه جور ام... کلا دیگه حرفه ای نیست این کار ولی خب پیش میاد گاهن برای تبلیغ مثلا پنج تا شیش تا شال فرستادن میگن یکیشو خواهش میکنم کلی اصرار میکنن دیگه اینکه ما قبول نکنیم هم یه جور بی احترامی میشه گاهن قبول میکنیم ولی در حالت کلی 99 درصد مواقع کالاهای های غیر خوراکی یا مرجو میشن یا میخریم ازشون اون آیتم هایی که دوست داریم یک نفر پرسیده که نرخ انجام تبلیغات بر چه اساسیه واقعا بر اساس هیچ چیز خاص و مشخصی نیستش ببینید کسی که تبلیغ زیاد داره معمولا بازدهیش کمه و طرفش رو کمتر میکنه کسی که تبلیغ کمتر و سلکتیو شده داره خب قاعدتاً استیکر تپش بالاست طرفش رو بالاتر تعیین میکنه ولی در حالت کلی شما هرچی پیش بری کم کم دستت میاد که تعرفت بهتره که چه عددی باشه یه نفرم نوشته درآمد یعنی فقط نمیشه کلمه درآمد ببینید بچه ها این که درآمد ما کم هست یا زیاد اول اینکه هر ماه یکی نیستش بعضی ماه ها میتونه خیلی زیاد باشه بعضی ماه ها میتونه خیلی کم باشه ولی اگر در حالت کلی بخوام بگم درآمد یک ساله یک اینفلوئنسر رو که خب من نمیتونم بگم چون واقعا متفاوته من راجع به خودم صحبت میکنم میتونه معادل درآمد یک ساله یک کارمند عالی رتبه توی یه شرکت خیلی خوب باشه قانون کار نه ولی همسر من که کارمند هستش و توی یه شرکت خیلی خوب داره کار میکنه میشه گفت که درآمدمون نسبتا در طول یک سال مساوی هم هستش اینو من امروز قبل از اینکه این, این ویدیو رو بگیرم به ذهنم رسید که یه همچین مقایسه ای انجام بدم چون با یکی از همکارام داشتم صحبت کردم گفتم میخوام یه همچین ویدئویی بگیرم گفت آره درآمد و میپرسن و اینا مثلا انتظار دارن بگی بالاست و گفتم من واقعا درآمد خودم و عدد نجومی و بالایی نمیبینم یعنی من فکر میکنم این خیلی بستگی داره که اون فردی که داره فعالیت میکنه کجا باشه چه رقمی براش درآمد بالایی باشه من فکر نمی کنم این درآمدی که الان من دارم یه درآمد بالاست من همچین تصوری از درآمدم ندارم خب شاید همین درآمد برای یک نفر دیگه توی یه شهر کوچیکتر یه درآمد خیلی بالا به حساب بیاد شاید برای یک فرد دیگه با یک لایف استایل متفاوت یه درآمد بالا به حساب بیاد ولی در حالت کلی مقایسه ای که تونستم انجام بدم همین بود دیگه میتونم بگم درآمدم مساوی هست با درآمد همسرم به طور حدودی سن چقدر تاثیر داره توی این که یک بلاگر موفق باشی و اینکه اگه خارج از کشور باشی هم میتونه این شغل برات خوب باشه مثل توی ایران یا نه ببینید سن اینکه چقدر تاثیر داره به نظر من تاثیر نداره به شرطی که به شرطی که با افزایش سن خلاقیت تو شما نمرده باشه من خیلی خیلی دیدم همکارایی رو که سنشون بالاتره حالا در مقایسه با من زندگی شخصی شلوغ پلوغتری دارن بچه دارن رفت آمدهای فامیلی دارن خیلی میبینم این افراد چون فرصت نمیکنن ایده های نو پیدا کنن چون فرصت نمیکنن خودشون برای پیشرفت کارشون دنباله یه فکر جدید باشن دنبال یه سبک جدید باشن میان ایده دیگران رو میدزدن و بازم میگم سن تاثیری روی کار شما نمیذاره به شرطی که بتونید آپدیت باشید بتونید با اپلیکیشن ها کار کنید بتونید دنبال ایده های نو و ترند باشید در این صورت سن نمیتونه روی کار شما تاثیر منفی بذاره و اینکه خارج از کشور باشی هم میتونه برات این شغل خوب باشه یا نه من فکر میکنم ماها که مخاطبامون اکثرا داخل ایران هستن البته من خیلی از مخاطبام ایران نیستن ولی درصد زیادیشون داخل کشور هستن یعنی اگر که من به شخصه بخوام مهاجرت کنم میتونم بگم که 90 درصد درآمدم رو از دست میدم چون الان همکاری های من با برندهای داخل کشور هستش اکثرا باید محصولشون رو داشته باشیم و خب اگر خارج از ایران باشیم خیلی کم پیش میاد که اون برندها برای پروموت حالا کمپینشون یا محصولشون به ما مراجعه کنن من فکر میکنم اینطوره شاید اگر فالر هامون میلیونی باشه شرایط فرق کنه چون شما اگر فالرت میلیونی باشه تعداد زیادی از همون مخاطبین خارج از کشور هستن میتونی حالا از طریق آمازون درآمد داشته باشی من فکر میکنم که ما اگر ایران نباشیم دیگه باید به فکر یه شغل دومی هم باشیم یه نفرم که زده خیلی ایده جالبیه این ویدئو دوست دارم هر زودتر ببینمش و همینو پرسیدن که قیمت تبلیغات رو بر چه اساسی تعیین میکنن اینکه همین که گفتم دیگه هیچ قانون خاصی براش وجود نداره فقط اون کسی که میخواد با شما همکاری کنه یه مدت پیجتون رو زیر نظر میگیره میره تحقیق میکنه از برندها سوال میکنه از بیزینس های قبلی سوال میکنه که آیا این فرد برای شما بازدهی داشت یا نه بعد با طرف مقایسه میکنه ببینه آیا پیج من براش خوب هست یا نه ولی خب مقایسه های وقتهایی میتونه درست نباشه شاید اون پیج قبلی که به من تبلیغ داده خودش پیج خیلی قوی داشته و فیدبک خیلی خوبی گرفته یا برعکس شاید یه پیجی خودش اونقدر قوی نبوده ولی نفر بعدی که حالا داره تحقیق میکنه ممکنه که از پیج ما بازخورده خیلی بهتری بگیره پس این مقایسه ها تا یه حدی میتونه براشون کمک کننده باشه من یه کنم اگر سوالی نبود ویدئو رو ببندیم ببین بازم بازم سوال همینه که واقعا بعدا چقدر از این محصولات خودتون استفاده میکنین آها نه نه یه سوال متفاوته میگه از این محصولاتی که تبلیغ میکنین واقعا خودتونم استفاده میکنین یا نه ببینید بچه ها واقعا اگر کیفیت خوب نباشه که تبلیغ نمیکنیم ایشون بیشتر داشتن راجع به کیفیت سوال میکردن ولی یه موقعی هست مثلا من دارم میام یه شیرینی کتایی تبلیغ کنم دارم برای افرادی تبلیغ میکنم که لایف استایل کتوی دارن چیزی که من از اون محصول میبینم کیفیت و طعمه همه چی اوکیه ولی من به شخصه اگر توی رژیمم 70 درصد چربی نداشته باشم ولی نمیدونم بچهای کتو چند درصد ماکروهاشون رو چربی ها تشکیل می منی که توی رژیمم چربی کمتری نسبت به یک فرد کتویی دارم اینطور نیستش که کل اون جعبه شیرنی کتویی رو خودم بخورم همون در حد امتحان کردن چون ماکروهای روزم رو به هم میزنه وگرنه از لحاظ کیفیت واقعا اگر چیزی مورد قبول من نباشه اصلا توی پیج معرفیش نمیکنم که میگین واقعا چقدر بعدا خودتون اون محصولات رو مصرف میکنین من الان فریزرم پر از محصولات یکی از این برندایی که همیشه به شما معرفی میکنم خودم برای ایدم یه سری سفارش دادم بهشون الانم هم توی همه روزی حالا یه کوکی یه کیک در میارم و کنار چای و قهوه میخورم واقعا بچه ها میدونم اینکه که بی اعتماد هستین بهتون حق میدم ولی من اون چیزایی که اون کارهایی که خودم انجام میدم و بهتون گفتم همکارم اومده با خنده پرسیده که درآمدتون چقدره گویا این سوال خیلی پرسیده میشه و خب من هیچ وقت به این سوال جواب مستقیمی نداده بودم هیچ جا ولی الان لازم دیدم راجبش اینجا بگم یه محدوده ای رو مشخص کنم براش چون یه وقتهایی فکر میکنن درآمد خیلی خیلی بالاست به نظرم بد نشد اینکه اومدم یه محدوده گفتم چون یه وقتهایی پیش میاد مثلا من دوست قدیمی ما یهو تو اینستاگرام میبینم دوباره شروع میکنیم با هم صحبت میکنیم حالا یکم که صمیمی شدیم درآمد میپرسه بعد که میگم میگه اه من فکر میکردم خیلی بیشتر از این رقم ها باشه بازم میگم اگر دوست دارین راجع موضوع خاصی براتون ویدیو بسازم بیام اینجوری بشینم روبروی هم با هم صحبت کنیم توی کامنت ها به هم بگین مرسی بوس به همتون خدافظ